رسانه ها در ایران خبر از وقوع یک انفجار در نطنز از مراکز اصلی تجهیزات هسته‌ای ایران دادند. به گزارش خبرگزاری های داخلی، صدای انفجار مهیب در آسمان بادرود از توابع شهرستان نطنز و در فاصله نزدیک به 20 کیلومتری مجتمع هسته‌ای موسوم به شهید احمدی روشن شنیده شده. منابع محلی قدرت این انفجار را به گونه‌ای توصیف کردند که باعث آسیب خوردن برخی خانه‌ها در بادرود شده. پس از انتشار خبرهای اولیه در این مورد، تلویزیون حکومتی ملاها ادعا کرد که دلیل این انفجار شلیک آزمایشی موشک توسط پدافند هوایی ایران بوده. الان ساعت 21 هست و اینجا منطقه پدافند هوایی روستای عباس‌آباد از بخش بادرود ساعتی قبل صدای مهیبی از آسمان این منطقه شنیده شد که بلافاصله در این منطقه حضور پیدا کردیم. خوشبختانه هیچ گونه خسارت یا آسیبی به شهر و این منطقه وارد نشده. طبق پیگیری ها این صدا ناشی از سامانه موشکی پدافند هوایی این منطقه بوده برای یک آزمایش و آمادگی دفاعی پدافند هوایی در برابر هر گونه حملات احتمالی دشمنان. سرکرده پدافند هوایی منطقه نطنز به رسانه ملی ملاها گفت ساعتی پیش برای ارزیابی آمادگی میدانی یکی از سامانه های موشکی منطقه آزمایش شد و جای هیچ گونه نگرانی نیست. این مقام گفت این بخشی از تمرینات است که در فضای کاملا امن و با هماهنگی کامل شبکه یک پارچه پدافندی صورت گرفته. با این حال رسانه های داخلی و حتی رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران در ابتدا اخباری زد و نقیض راجع به این واقعه منتشر کردند که نشان می‌دهد اگر هم این انفجار بر اثر تمرین بوده از قبل با آنها هماهنگی نشده، موضوعی که دور از ذهن و تصور نشان می‌دهد. یک شاهد عینی شنبه شب می‌گوید مردم بادرود این صدا را به همراه نوری که نشان از انفجار یک شی در آسمان این شهر بود مشاهده کردند. خبرگزاری امنیتی فارس نیز ضمن گزارش این واقعه گفته بود صدای مهیبی در بادرود شنیده شده که کوتاه بوده و همزمان نور شدیدی در آسمان دیده شده. این خبرگزاری امنیتی به نقل از شنیده‌های غیررسمی خبرنگار خود مدعی شده بود یک پهپاد ناشناس منهدم شده. اما شبکه خبر صدا و سیمای ملی ملاها گزارش کرد که بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منطقه موشک پدافندی با هدف آزمایش واکنش سریع به تهاجم احتمالی شلیک شده و در آسمان منطقه منفجر شده. دقایقی بعد هم خبرگزاری فارس خبر مشابهی گزارش کرد. سایر منابع تصاویری نیز از آسمان نطنز منتشر کردند که نشان از روشنایی نامشخصی در آسمان داشت. در همان ساعت اولیه مسئولان رژیم چنان هراسان بودند که با جملات نامفهوم و بریده بریده تنها سعی در نشان دادن در کنترل بودن اوضاع داشتند. ما الان داخل شهر بادرود هستند و خوشبختانه شهر ما در امنیت و آرامش کامل هستش. این سامانه‌ای که پدافند آزمایشی بوده که خوشبختانه ساعتی قبل صدای مهیبی آسمون شهر بادرود رو در بر گرفت که خوشبختانه هیچ مشکلی هم پیش نیومده و مردم در آرامش کامل به سر می‌برند. خیلی ممنون. خودتون هم شاهد همچون آزمایشی بود؟ بله، من خوشبختانه داخل خیابون بودیم که صدایی که فرماندار نطنز به نظر هنوز علت انفجار را تایید نکرده. او ضمن اعلام این که انفجار حوالی ساعت 8:15 دقیقه شب در نطنز شنیده شده گفته علت این انفجار هنوز مشخص نیست و خبر موثقی در این باره نداریم. اما مسئولان نظامی و انتظامی در حال بررسی منبع و علت این انفجار هستند. تنها با صراحت می توانیم بگوییم که خوشبختانه هیچ ضرر مالی و جانی حادث نشده. فرماندار نطنز افزوده بنده در هنگام این رخداد در حال رانندگی بودم و صدایی نشنیدم و نتیجه نهایی بررسی ها فردا اعلام می شود. به ادعای یک منبع رسانه‌ای، سامانه های پدافندی تور M1 نیروی هوافضای سپاه که در حالت آتش به اختیار قرار داشتند، یک شی پرنده کوچک در حال پرواز در نزدیکی سایت اتمی نطنز را ساقط کرده است. در خصوص واقعه شنبه شب در نطنز، اگر ادعاهای مقامات رژیم را معتبر ندانیم، تنها فرض ممکن استفاده اسرائیل از پهپاد
جهت سنجش میزان آمادگی سایت های پدافندی محافظت کننده از تأسیسات اتمی نتنز است. ادی کوهن، خبرنگار نزدیک به محافل امنیتی اسرائیل، شب گذشته در چند توییت به زبان فارسی نوشت: آنچه ساعتی پیش در ایران رخ داد تمام ماجرا نیست. کمی صبر کنید. این یک مقدمه برای رویداد بزرگتر است. وی در توییتی دیگر ادامه داد: حکایت نظام تهران یا شبکه الجزیره را باور نکنید. نه رزمایشی در کار است و نه غیره. آنها باید از ملت خود خجالت بکشند. دقیقاً مثل روزهایی که بشار اسد میگفت که بمبارانی در کار نیست، بلکه انفجارها به سبب نقص فنی صورت میگیرد. او ادامه داده: در پی شنیده شدن دو صدای انفجار در نزدیکی نتنز، دلیل دستور تخلیه شبانه ساکنان دو روستای شجاع آباد و احمد آباد که در نزدیکی سایت هسته‌ای نتنز قرار دارند چیست؟ آیا سیستم پدافندی و موشکی حافظ نتنز را زدیم یا اینکه S-300 را دور زدیم؟ گفتنی است برخی منابع هم در گزارشات خود از قطع برق و شبکه تلفن همراه در نتنز و همزمان منتشر شدن بوی عجیب و در پی آن دستور محرمانه تخلیه شبانه دو روستا گفته بودند. این منابع نوشته بودند بر اساس برخی گزارش ها برق و شبکه تلفن های همراه در برخی از نقاط شهرستان نتنز و توابع آن قطع شده. برخی گزارش های دیگر نیز از ابلاغ دستور تخلیه شبانه به ساکنان دو روستای شجاع آباد و احمد آباد که در نزدیکی سایت هسته نتنز قرار دارد حکایت میکنند. در این گزارش گفته شده از ساکنان منطقه خواسته شده درباره این مسئله اطلاع رسانی نکنند. جیسون براتسکی، رئیس سیاست‌گذاری گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، در واکنش به رویداد شنبه شب و ادعاهای مقامات رژیم نوشته: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در حال داستان سرایی درباره شنیده شدن صدای انفجار در حوالی نتنز است. این تحلیلگر مسائل خاورمیانه افسوده این رویداد ظاهراً در 20 کیلومتری مجتمع احمدی روشن اتفاق افتاده که پیشتر در فروردین امسال هدف حمله قرار گرفته بود. همزمان با این موضوع، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که یک فروند پهپاد در روستای میهه از توابع شهرستان کوهرنگ سقوط کرده. منابع محلی صحت این واقعه را تایید کردند. با این حال هنوز جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده و مقامات رژیم توضیحی درباره ارتباط بین این سانحه و اخبار مربوط به انفجارهای شب گذشته شنبه شب 13 آذر ندادند. در حالی که هنوز ایرانی بودن این پهپاد مشخص نیست، برخی از منابع میگویند که این پهپاد از نوع شاهد 191 یا همان نمونه 60% پهپاد RQ-170 است. یک روزنامه داخلی در پستی در توییتر نوشته: پرنده موجود در تصاویر شبیه به پهپاد ایرانی سیمرغ و RQ-170 امریکایی است. بر اساس فیلم‌های منتشر شده و اظهارات افراد محلی، لاشه این پهپاد ابتدا با هلیکوپتر از ارتفاعات پایین آورده شد و سپس افرادی با لباس نظامی با جرثقیل و تریلی قطعات پهپاد را جمع و آن را به مکانی نامعلوم منتقل کردند. حامد محمدی، کارشناس امور نظامی، با انتشار چند عکس از این پهپاد به اصطلاح ساقط شده، می نویسد این ادعا که پهپاد در چهارمحال و بختیاری سقوط کرده چندان با واقعیت تطبیق ندارد. بدنه سالمتر از آن است که آثار سقوط باشد. وی با توجه به عکس‌های منتشر شده ادامه می‌دهد: مردم محلی هم در مورد شنیده شدن صدای انفجار یا برخورد پهپاد به زمین گزارشی ندادند. در واقع این احتمال وجود دارد که پهپاد ابتدا به محل آورده شده و بعد ادعای سقوط مطرح شده تا به نوعی برای ادعای رزمایش پدافندی تأسیسات نتنز صحنه‌سازی شود. او دو نکته را در این خصوص گوشزد می‌کند که نخست احتمال اینکه پهپاد در آسمان هدف قرار گرفته تقریبا صفر است، چون آثار انفجار و سوختگی روی آن نیست. دوم، احتمال سقوط بسیار پایین است، چون آثار قابل استنادی روی بدنه و روی زمین وجود ندارد. او در آخر با کنایه نوشته: حالا سناریوی مالکشی میتواند این باشد که پهپاد فرود اضطراری داشته. با این شیوه ادعای برگزاری رزمایش پدافندی سایت نتنز تقویت می شود.
برخی منابع غیر رسمی ادعا کردند این پهپاد در جریان تمرین پدافندی شنبه شب سقوط کرده. هرچند شلیک موشک برای تمرین پدافندی و تست میدانی سامانه پدافند پس از آن مطرح شد که صدای دو انفجار مهیب از تأسیسات اتمی نتنز شنیده شد و برخی منابع داخلی گفتند یک پهپاد ناشناس در آسمان هدف قرار داده شد. برخی منابع خارجی عنوان کردند که تأسیسات نتنز بار دیگر هدف حمله قرار گرفته. چند هفته ایست با تشدید فزاینده فعالیت‌های اتمی رژیم جمهوری اسلامی و افزایش غنی‌سازی اورانیوم و همچنین بی نتیجه ماندن مذاکرات اتمی وین، مقامات اسرائیلی تهدید کردند که تا اگر ضروری باشد یک جانبه دست به اقدام نظامی می‌زنند و به هر شکلی از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی جلوگیری خواهند کرد. در ایران با وجود اینکه مرتب گسترش برنامه اتمی به عنوان تهدید به کار می‌رود، اما همزمان ادعا می‌شود که فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی صلح‌آمیز است. مقامات غربی و اسرائیلی‌ها می‌گویند در هیچ فعالیت اتمی صلح‌آمیز غنی‌سازی اورانیوم تا 60% نیاز نیست. شنیده شدن صدای انفجار حوالی تأسیسات اتمی نتنز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته. روزنامه کامرسان چاپ مسکو در خبر مربوط به شنیده شدن صدای انفجار در تأسیسات نتنز اشاره می کند که در تأسیسات کارخانه نتنز یک واحد نظامی مستقر است. آنچه در شبکه‌های اجتماعی به چشم می خورد بی‌اعتمادی مردم، حتی شماری از حامیان حکومت و رسانه ها به ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی است. بسیاری این نکته را یادآوری کردند که بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های پدافند سپاه پاسداران نیز تا 3 روز مقامات واقعیت را پنهان می‌کردند. همچنان که در موارد دیگری نیز مقامات رژیم با رد حملات نظامی به تأسیسات اتمی و موشکی ایران آن را شایعه یا آتش‌سوزی معرفی کردند. اما بعداً حتی در اعترافات خودشان معلوم شد که چنین نبوده. جمهوری اسلامی در طول بیش از 30 سال پس از پایان جنگ 8 ساله تأسیسات اتمی را در مناطق مختلف کشور و حتی در مناطق مسکونی پخش کرده و بخشی از آنها را در زیر زمین نیز مخفی کرده. منتقدان و مخالفان برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌گویند هر حادثه‌ای در این تأسیسات به هر دلیلی اهم از حمله نظامی و یا حوادث فنی و طبیعی مانند زلزله اتفاق بیفتد، پیامدهای آن بسیار فاجعه بارتر از حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل در اوکراین در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق خواهد.